تاریخ مبارزات دانشجویی که دانشجوها اسم یک ورزشکار رو که البته دیگه ورزشکار نیست تو شعاراشون فریاد میزنن ورزشکار هست ولی هویتش دیگه فقط ورزشکار نیست. علی کریمی رو میگم. یه نمونه بشنوین. چهارشنبه همین 6 مهر دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز. در بین سلبریتی ها علی کریمی جایگاهش رو نه تنها در حمایت از مردم بلکه در حمایت مردم از او داره تثبیت میکنه هرچه بیشتر. چه کرد علی کریمی در صحنه قبل؟ کریمی یک فعال مدنی است که از اعتراضات مردم حمایت میکنه. در صریح سیاسی که قبل از شروع قیام جاری منتشر کرد با اشاره به انقلاب 57 و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و جنایت کهریزک و کشتار مردم در سال 88 و بعد 96 و 98 و 400 نوشت که دیدین یه سری ها سال 57 فهمیدن، یه سری ها سال 67 فهمیدن، یه سری ها سال 88 فهمیدن، یه سری ها 96 و یه سری ها 98، یه سری ها 1400 و وای به حال اونایی که هنوز نفهمیدن. بعد علی کریمی این برخوردش رو دارین میبینین در همون سال از حضور احمد اینجا در تیم ملی فوتبال، سالی که با مچبند سبز از جنبش سبز حمایت کرد و خب او یک روزه میخوام بگم که و به روایت ایران وایر که ما داریم ویدیوهای از این وبسایت پروپیمون رو پخش میکنیم و بنده خدمتتون نوشته هاشو در واقع بیان میکنم روایت میکنم، یک شبه علی کریمی علی کریمی امروز نشد. او همیشه با صراحت حرف میزنه. عرض کردم سال 88 به این طرف به ویژه این صراحتش خیلی بیشتر شده و برخوردش هم دیدین دیگه. One such graduate of the Iranian streets is Ali Karimi, who was recently named Asian Player of the Year. از اینایی که از جام جهانی قبلی این جام جهانی گرفتی آقای ساکر، شما یه پولایی رو ریختین به آقای هوشنگ مقدس، درسته؟ تمام چرا نه که شما تمام این ما هم انجام شد. آقا شما میتونید همون موقع بود که تو شبکه‌های اجتماعی درباره معیشت مردم نوشت حالا باید برای یه تیکه نان جان بکنیم. عدالت زمانی برقرار می شود که همه مرده باشیم. امان از روز بیروزن، امان از این همه رهزن. بعد در همدردی با مردمی که در نتیجه فساد حکومتی یا با موشک حکومتی کشته شدن نوشت با کشتی سانچی غرق شدیم، با پلاسکو سوختیم، با هواپیمای 752 سقوط کردیم و با متروپول ویران شدیم. نوشته بعدش در شبکه‌های اجتماعی مستقیماً آخوندهای حاکم و خرافات حاکم را هدف گرفت که نوشت میلیاردها تومان خرج میکنیم نذری بدیم و در پایان آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پول میمیرد. آخونده تحمل نکرد. شرفی بیت کرده که میلیاردها پول هزینه میکنید برای نظری که همتون جمع بشید یک دونه مریض رو بگید خدا شفاش بده. خب این پول بدید اونو درمان کنید، اینقدر میلیاردها پول نظر نکنید. خب فوش این آخوند و علی کریمی به خودش برگردوند، بهش گفت آخوند دوزاری که به اسم اسلام هر حرف مفتی میزنه.
اوج کنشگری علی کریمی زمانی شد که ژینا امینی مهسا به دست پلیس کشته شد. علی کریمی میبینید با انتشار تصویری از مهسا بر تخت بیمارستان از آمدن کاوه‌ای در برابر ضحاک گفت. فشارهای امنیتی علی کریمی بیشتر شد. طبیعتاً با وجود فشار رسانه‌های حکومتی، علی کریمی به همراهی با مردم ادامه داد. گفته‌هاش نه تنها ملایم‌تر نشد که حتی ارتش رو به حمایت از مردم فراخوان و نوشت یک وطن منتظر شماست و نگذارید خون بیگناه ریخته بشه. وقتی حمید رسایی نماینده سابق مجلس از آخوندهای بانفوذ در دستگاه‌های حکومتی امنیتی در واقع خواستار توقیف اموال علی کریمی شد، کریمی جواب داد عمری با جون کندن یه خونه درست کردیم، نمیدونستیم خاری میشه تو چشمتون، اگه تونستین بگیرین فدای سر مردمم. این روز علی کریمی محبوب تر شده، انگار او همان سلبریتی مورد انتظار بوده، کسی که نه با ژستی از اعتراض بلکه بدون لکنت حرف خود را بزند. پست‌های علی کریمی روی شبکه اجتماعی در حمایت و هدایت افکار عمومی و معترضان به حکومت تا این لحظه ادامه داشته و سعی کرده از سوء استفاده‌های حکومت از این قیام جلوگیری کنه. از جمله براتون میخونم، در یک توییتش نوشت به بانک‌ها کاری نداشته باشین، به مردم میگه، به زنان چادری و با حجاب کاری نداشته باشین، به قرآن کتاب آسمانی کاری نداشته باشین، به کسایی که همراه شما در این اعتراضات نیستن کاری نداشته باشین، هر کسی به موارد بالا ورود کرد به این موارد با او همراه نشوید که اینها گوشه ای از نقشه هایشان برای شما مردم عزیزم است. نیفتین تو تله حکومت. دوشنبه پیش میدانید که خونه‌شو تو لواسون بلوک گذاری کردن، پلم کردن، رو حکمی که بر در خونه علی کریمی نوشته شد که این خانه به دستور مقام محترم قضایی تا اطلاع ثانوی پلمب می شود. و علی کریمی این تصویر و این نوشته رو با هشتگ وطنم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. نوشت خانه بدون خاک ارزشی ندارد. بعد سه شنبه سپاه در رسانه‌اش فارس اعلام کرد پلمب کار عوامل خودسر بود، برداشته شد. یه عوامل خودسر دارن حکومت میکنن در ایران از 43 سال پیش. معمولاً ببینین، من اینا رو گفتم تا این نکته رو عرض بکنم که معمولاً از چهره های گفته می شود که از قیام حمایت کردند. خب ما هم میگیم، خب البته به وظیفه ملی و انسانیشون عمل کردند و میکنند اینها که از قیام حمایت میکنند. اونایی که سکوت کردند یا بدتر علیه مردم نوشتن و عمل کردند، نمونه هایی میگم از چهره های ورزشی: خداداد عزیزی، حسین رضازاده، علی پروین، علیرضا دبیر که حالا رفته از عباس پالیزدار شکایت کرده به دلیل افشاگری‌هایی که ایشون تو این برنامه کرد از علیرضا دبیر، خیال میکنه اوضاع به روال سابق برمیگرده. هیچی مثل سابق نخواهد شد. اون اسناد علیرضا دبیر هم تو من اینو بگم بگذاریم بریم در باره سینماگر رو. یه سری سند دست آقای پالیزدار، آقای علیرضا دبیر در باره 4 تا ملکی که در اون ماجرای املاک نجومی از شهرداری قالیباف گرفتی و پرونده داری در دادگاه، اگر اوضاع هم طوری بشه تو بتونی بری دادگاه، نتیجهش رو باید ببینی. خلاصه باری بازیگران سینما و تلویزیون که از مردم حمایت نکردند، تأسف‌آور واقعا. محمد رضا گلزار، رامبد جوان، اشکان خطیبی، یوسف تیموری، الناز شاکردوست، ایرج طهماسب، حمید جبلی، صابر ابر، هادی کاظمی، سمانه پاکدل، بهار رهنما، بهنوش بختیاری، جواد رضویان، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران غفوریان، رضا عطاران، فرهاد اصلانی، اصغر عبدی، محمد رضا هدایتی، محمد رضا شفیعی جم. یه عده مثل شریفینی‌ها و فخیم‌زاده هستن که در دیدار با پیشوا همیشه دلشون قنج می‌رفته.
کسی از اون اصلا انتظاری نداره که حتی در این بزنگاه ها از مردم حمایت کنن. ببینین نکته اینجاست که هیچ کدوم اینایی که من خدمتتون عرض کردم نه آدمای مذهبی هن، نه معتقد به شعار دینی یا اون مقررات و امر و نهی که حکومت برای همه مردم گذاشته. دستبوسی رهبر فقط براشون موقعیت و پول تولید میکرد و میکنه، حالا رهبری که نیست. اینا قبل از انقلاب هم اینجوری بودن، الان هم اینجوری هن. اینا هاشون قبل از انقلاب بودن ببخشید مثل فخیم زاده یه نمونه مثلا ببینین دیگه، قبل از انقلاب هم اینجور بودن. اینا اگه افشا نشن امروز، فردا هم باز رنگ موقعیت جدید میگیرن تا آبگوشت و عرقشون رو بخورن. حالا فارغ از جک و جوانای سینما و هنر بعد از انقلاب، واقعا نمیدونم در این پایان برنامه چجوری بگم که چقدر تأسف آوره که آدم توی همچین موقعیتی باید دنبال نویسندگان بزرگ بگرده و ببینه که آیا از قیام سراسری مردمشون حمایت میکنن یا نه. استاد محمود دولت آبادی کجاست؟ و آدم باید دنبال فیلمسازان مهم بگرده. استاد داریوش مهرجویی کجاست امروز؟